انجمن ندای صلح افغانستان در نشست با انتقاد از فعالیت‌های شورای عالی صلح و حکومت افغانستان در پیوند به پیوستن مخالفین مسلح دولت به برنامه مصالحه خواهان به محاکمه کشاندن افراد شدند که پول‌های این شورا را بیهوده به مصرف رسانیدند. اعضای این شورا همچون خواستار حذف شورای عالی صلح شدند. کسانی که این کنفرانس مطبوعاتی را دایر نموده است ای است که این شوراهای که نتوانسته کار را انجام بدهد و این شوراهای موازی با نهادهای قانونی باید دروازه‌هایش بسته شود و او بودجه ای که برای مصرف موترهای کروزین اینان و برای مصرف جیب خرچ و سفر خرچ و خرچ دسترخوان اینها به مصرف میرسد، اینها به نهادهای امنیتی و نهادهای کشفی تخصیص داده شود. برخی دیگر اعضای این نهاد پیوستن همروزه مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح را نمایشی و طراحی شده میخوانند. این معمایی هست که مردم افغانستان را به خود مشغول ساخته که هر شب اعلان میکنی که 1000 نفر و 500 نفر و 400 نفر و این گروه طالب چقدر هست. پس اینجا فهمیده میشه که یک پروژه هست که یک عده افراد اشخاص میخواید از این پروژه نفعی اقتصادی و سیاسی ببره. از سوی هم اعضای این گروه از شورای عالی صلح خواست تا واقعیت یا عدم واقعیت اظهارات اخیر یک تن از نماینده مجلس را در مورد ملاقات وی با ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان روشن سازد. حیثیت جمعی افغانستان این گونه برخورد میکنه باید این را به مرجع قانون بسپاره. یک از لوحه‌های مراقبه در اینجا جا گذاشته مشخص نیست که باید وظیفه دولت مکلفه دولت که در قسمت اجرا باید قانون مؤسسه‌تانی راست میگه یا دروغ. اگر دروغ میگه پس هم مکلفیت دولت هست که دولت باید در قسمت باید حرکت بکنند و کار را جمعید. این اصحارا در حال مطرح می شود که شورای عالی صلح همواره از اقدامات جدی این شورا برای پیوستن مخالفین مسلح دولت به برنامه مصالحه سخن گفته است. اما طالبان خواسته های حکومت افغانستان و شورای عالی صلح را با انجام حملات مرگبار تروریستی پاسخ گفتند.